بخش پایانی اتاق خبر امشب گزارش های شماست با الهام. مرسی سیما. بر اساس گزارش های رسته بخش گزارشگر، پناهجوهای غالبا ایرانی که خواستار ورود به کشور کرواسی هستند تا از اون طریق بتونن خودشون رو به غرب اروپا برسونن، در نقاط مرزی دو کشور بوسنی و صربستان در وضعیت بدی به سر برن. گروهی در یک قطار محبوس شدن و پلیس بوسنی اجازه ورود از مرز رو بهشون نمیده. عده دیگه هم با پای پیاده در نقاط مرزی صربستان و کرواسی با برخورد بد پلیس این کشورها مواجه شدن که اونها رو مجبور میکنن به کمپ‌های بلگراد برگردن و معلوم نیست چه آینده‌ای در انتظارشونه. ساعت نزدیکای 2 صبح اینجا یه قطاری سوار شدیم به سمت شهر بیهاج توی بوسنی. همه مهاجریم، مدارک شناسایی هممون رو گرفتن، از بیابی و بی اکسیژنی همه آزرده شدن اینجا. نزدیک 9-10 صبح ما هنوز توی این قطار زندانیم. میتونید ببینید پلیس های کم جلو سر ما بایستادن، خبرنگار هایی که بیرون اومدن. این ویدیو رو من فرستم برای گزارش کرد. ساعت 5 صبح مرز صربستان به کرواسی، این همه ایرانی، همه از سرما دارن میمیرن، ولی متاسفانه هیچی نیست که اینجا رسیده این کنه. زدنه؟ آره. کی بود؟ این زدن. بچه این منو نکردن. اینو زده، این بچه رو زده. اینا مردمو زدن. اون خانومو بگیر، اون خانومو بگیر. اون آقام که زدنش بگیر. نگاه به زن و بچه مردم هم رحم نمی کنن. این شرایط مردم ماه.